قسمت 8. سکون فیلمساز. سکون یک فیلمساز یک ویژگی شخصی و درونی است که به کیفیت و اصالت کلی کار او کمک می کند. اینها به آنها اجازه می دهد تا حس آرامش، تمرکز و هدفمندی را به هنر خود بیاورند و در نهایت تأثیر و تنین داستان سرایی خود را افزایش دهند. این حالت ذهنی است که در آن حواس پرتی به حد اقل می رسد و فیلمساز کاملا در فرایند خلاقیت غوطه‌ور می شود. در اینجا برخی از جنبه های سکون را می توان در یک فیلمساز مشاهده کرد. 1. وضوح ذهنی. یک فیلمساز با آرام کردن ذهن و حفظ وضوح ذهنی سکون را پرورش می دهد. این به آنها اجازه می دهد تا روی چشم انداز خود متمرکز بمانند، تصمیمات خلاقانه را با وضوح اتخاذ کنند و به طور مؤثر ایده های خود را به تیم منتقل کنند. 2. صبر و رعایت. سکون در یک فیلمساز مستلزم صبور بودن و مشاهده است. این به معنای صرف زمان برای مطالعه و درک موضوع، محیط و شخصیت های درگیر است. با حضور در لحظه، فیلمساز می تواند نکات ظریفی را به تصویر بکشد که اصالت داستان را افزایش می دهد. 3. شهود و غریزه. سکون فیلمساز را قادر می سازد تا از شهود خود استفاده کند و به غرایز خلاق خود اعتماد کند. با آرام کردن سر و صدای بیرونی و حواس پرتی، آنها می توانند به صدای درونی خود گوش دهند و انتخاب‌های انجام دهند که با دید هنریشان هماهنگ باشد. 4. همدلی و ارتباط. سکون به فیلمساز اجازه می‌دهد تا با شخصیت‌ها و داستان‌هایی که به تصویر می‌کشد همدلی کند و با آنها ارتباط برقرار کند. آنها با ایجاد فضایی در درون خود برای احساس و درک واقعی احساسات و تجربیات سوژه‌های خود می توانند نمایش های معتبر را به تصویر بکشند و منتقل کنند. 5. سازگاری و انعطاف پذیری. سکون به معنای سفت و سخت بودن یا انعطاف ناپذیر بودن نیست. در عوض مستلزم سازگاری و گشودن به تغییر است. فیلمسازی که سکون را پرورش داده است می تواند به شرایط پیش بینی نشده یا فرصت های خلاقانه ای که در طول فرایند فیلمسازی به وجود می آیند به خوبی پاسخ دهد. 6. کنش های عمدی. سکون در یک فیلمساز شامل اقدامات عمدی و رویکردی آگاهانه به هر جنبه از فرایند خلاقیت است. این به معنای انتخاب آگاهانه در مورد نورپردازی، ترکیب بندی، حرکت دوربین و ویرایش برای ایجاد یک زبان بصری عمدی است که از روایت پشتیبانی می کند. 7. حضور و مشارکت. زمانی که یک فیلمساز در حالت سکون است، در لحظه حضور کامل دارد و عمیقاً درگیر فرایند خلاقیت است. آنها فعالانه گوش می دهند و با تیم خود همکاری می کنند و به جریان هماهنگ ایده ها و ورودی جمعی اجازه می دهند. 8. کاوش خلاق. سکون در یک فیلمساز همچنین امکان کاوش و آزمایش خلاقانه را فراهم می کند. با حضور و تمرکز، فیلمسازان می توانند مرزها را کنار بگذارند، ریسک کنند و تکنیک های جدیدی را کشف کنند که داستان سرای آنها را تقویت می کند. آنها می توانند برای ایجاد صحنه های بصری خیره کننده و منحصر به فرد کاوش کنند. 9. عمق داستان گویی. سکون در یک فیلمساز می تواند با در نظر گرفتن لحظاتی از تأمل و درون نگری به داستان گویی عمق بخشد. فضایی را برای شخصیت ها فراهم می کند تا دیالوگ های درونی داشته باشند و احساسات، افکار و درگیری های خود را به شیوهی ظریف منتقل کنند. سکون می تواند تأثیر عاطفی عمیق تری ایجاد کند و ارتباط عمیق تری با مخاطب ایجاد کند. 10. توجه به جزئیات. فیلم سازانی که سکون را می پذیرند به جزئیات توجه زیادی دارند. آنها متوجه حرکات، عبارات و نکات ظریفی می شوند که می تواند غنا و اصالت را به داستان سرایی بیفزاید. این دقت در مشاهده و ثبت جزئیات به ایجاد یک تجربه سینمایی فراگیرتر و جذابتر برای مخاطب کمک می کند. 11. فیلمسازی بی انتها.
سکون می تواند به خلق فیلم های جاودانه و ماندگار کمک کند. فیلم سازان با تمرکز بر اصل داستان و جهانی بودن تجارب بشری می توانند از محدودیت های زمانی و روندها عبور کنند. توانایی ثابت ماندن در مواجهه با تکنیک ها و فناوری های در حال تغییر امکان ساخت فیلم هایی را فراهم می کند که در آزمون زمان مقاومت کرده و برای سالهای آینده با مخاطبان طنین انداز می شوند. 12. تقویت صدای هنری. سکون در یک فیلمساز به آنها اجازه می دهد تا با صدای هنری خود ارتباط برقرار کنند و آن را توسعه دهند. با پرورش حس سکون، فیلمسازان می توانند به دیدگاه، سبک و بیان خلاقانه منحصر به فرد خود دسترسی پیدا کنند. این منجر به خلق فیلم هایی می شود که معتبر و مطابق با دیدگاهشان هستند و آنها را از سایرین در صنعت متمایز می کنند. 13. ایجاد تعادل. سکون به فیلمسازان کمک می کند تا تعادلی بین کنش و خویشتنداری پیدا کند. این به آنها اجازه می دهد بدانند چه زمانی باید مرزها را کنار بزنند و ریسک های خلاقانه جسورانه را بپذیرند و چه زمانی عقب نشینی کنند و اجازه دهند داستان به طور طبیعی پیش برود. این تعادل به یک فیلم هماهنگ و منسجم کمک می کند که مخاطب را در سطوح مختلف درگیر می کند. 15. ویرایش ذهنی. سکون به فرایند ویرایش نیز گسترش می‌یابد. فیلمسازانی که از سکون استقبال می‌کنند، با تمرکز و نیت به تدوین می‌پردازند. آنها با دقت نماها، انتقال‌ها و سرعت‌ها را انتخاب و ترتیب می‌دهند تا روایت را تقویت کنند و احساسات دلخواه را برانگیزند. سکون امکان یک فرایند ویرایش آگاهانه و متفکرانه را فراهم می‌کند. 17. ارتباط تماشاگر. سکون می تواند ارتباط بین فیلمساز و مخاطب را عمیق‌تر کند. فیلمسازان با ایجاد لحظاتی از سکون در فیلم، فضایی را در اختیار مخاطب قرار می دهند تا در بازتاب داستان درگیر شوند و از نظر احساسی با داستان ارتباط برقرار کنند. این ارتباط مخاطب را قادر می سازد تا در تجربه داستانگویی مشارکت فعال داشته باشند. 18. رشد شخصی. در نهایت سکون در یک فیلمساز منجر به رشد شخصی و خودشناسی می شود. این به فیلمسازان اجازه می دهد تا در احساسات، باورها و ارزش‌های خود غرق شوند و در نهایت بر بیان هنری خود تأثیر بگذارند و شکل دهند. تمرین سکون خود اندیشی و درون نگری را تقویت می کند و فیلمسازان را قادر می سازد تا به طور مستمر هنر خود را تکامل و اصلاح کنند. 32. زیرمتن. سکون به فیلمسازان اجازه می دهد تا زیرمتن را در یک فیلم تقویت کنند. با ایجاد لحظات سکوت یا سکون، فیلمسازان می توانند معنا و احساسات را بدون تکیه بر دیالوگ یا بیان آشکار منتقل کنند. سکون به مخاطب فضایی برای تفسیر و درگیر شدن با زیرمتن می دهد و به روایت کلی عمق و پیچیدگی می بخشد. سکون یک فیلمساز طیف وسیعی از جنبه‌ها را در بر می‌گیرد، از جمله عمق عاطفی، بازتاب، طبیعت، فراتر از موانع زبانی، ذهن‌آگاهی، تنین عاطفی، زیبایی در سکوت و غیره. تمرین سکون در فیلمسازی شامل زیرمتن، پذیرش ناشناخته‌ها، آسیب‌پذیری، تداوم ذهنی، انعطاف‌پذیری عاطفی و گذاشتن فضایی برای تفسیر است. با پذیرش سکون فیلم سازان می توانند فیلم هایی بسازند که معنادار، معتبر و عمیقاً با مخاطبان تنین اندازی کنند. در پایان سکون یک فیلم ساز مفهومی چند وجهی است که صدای هنری را در ارتباط با مخاطب و رشد شخصی را در بر می گیرد. از طریق پرورش سکون است که فیلم سازان می توانند فیلم هایی بسازند که نه تنها از نظر زیبایی شناختی دلنشین، بلکه عمیق، جذاب و تأثیری ماندگار بر جای می گذارد. قسمت 9.
مراحل مختلف فیلمسازی. مراحل مختلف در فیلمسازی وجود دارد که به خلق یک فیلم موفق کمک می کند. این جنبه ها را می توان به سه دسته اصلی پیش تولید، تولید و پس از تولید دسته بندی کرد. بیایید هر دسته و عناصر درونی آنها را بررسی کنیم. 1. پیش تولید. این مرحله اولیه است که در آن ایده برای فیلم تولید می شود. فیلم نامه نوشته می شود و یک مفهوم توسعه می یابد. این می تواند شامل طوفان فکری، ایجاد یک درمان یا فیلم نامه و تأمین مالی باشد و با برنامه ریزی و آماده سازی قبل از شروع فیلم برداری است. این شامل فعالیت هایی مانند استخدام اعضای کلیدی خدمه، ایجاد برنامه تولید، ایمنسازی مکان ها و اخذ مجوزهای لازم است. پیش تولید همچنین شامل طراحی دکور، لباس و وسایل و اجرای تمرینات است. 1. ایده پردازی. در این مرحله، اینکه چه موضوعی را قصد دارید در فیلم خود بررسی کنید و ایده های خود را برای داستان و مضمون فیلم تکوین دهید. می توانید از تجربه های شخصی، داستان های دیگران، رویدادهای تاریخی یا هر چیزی که الهام به شما می دهد برای این ایده پردازی استفاده کنید. 2. نوشتن فیلم نامه. در این مرحله نوشتن فیلم نامه، داستان و ساختار فیلم را ایجاد می کند. نوشتن یک فیلم نامه خوب کلیدی است برای ساخت یک فیلم قوی. 3. برنامه ریزی بودجه. در این مرحله برنامه ریزی بودجه فیلم شامل تخمین هزینه های تولید، شامل پرداخت به بازیگران، تیم فنی، خرید لوازم و مکان های فیلم برداری است. 4. انتخاب بازیگران. انتخاب بازیگران مناسب برای نقش ها و شخصیت های فیلم اهمیت بالایی دارد. می توانید با بازیگران حرفه‌ای همکاری کنید یا از بازیگران عمومی یا جدید استفاده کنید. 5. طراحی صحنه ها و کاستوم. طراحی صحنه ها و کاستوم فیلم نقش مهمی در شکل دهی به دنیای فیلم دارد. این شامل طراحی محیط ها، دکوراسیون، لباس ها، آرایش و مو در فیلم است. 6. برنامه ریزی زمان بندی. در این مرحله زمانبندی فیلمسازی شامل تعیین زمانهای فیلم برداری، حضور بازیگران و استفاده از مکانها تنظیم می گردد. 7. جستجوی مکان. یافتن و انتخاب مکانهای مناسب برای فیلم برداری امری مهم است که نیاز به تحقیق و بررسی دقیق از جانب فرد یا تیم فیلمسازی دارد. 8. تهیه برنامه حمل و نقل. مطالعه ترافیک، انتخاب وسیله نقلیه مناسب و تهیه نقشه‌های حمل و نقل ضروری است تا فیلم برداری بتواند به طور صحیح انجام شود و تأخیری ایجاد نشود. 5. طراحی صحنه‌ها و کاستوم. طراحی صحنه‌ها و کاستوم فیلم نقش مهمی در شکل دهی به دنیای فیلم دارد. این شامل طراحی محیط‌ها، دکوراسیون، لباس‌ها، آرایش و مو در فیلم است. 6. برنامه ریزی زمان بندی. در این مرحله زمان بندی فیلم سازی شامل تعیین زمانهای فیلم برداری، حضور بازیگران و استفاده از مکانها تنظیم می گردد. این فرایند پیش تولید تهیه کنندگان، کارگردان، نویسنده ها و تیم فنی دیگر را در جهت سرعت، هماهنگی و موجب شدن آمادگی برای آغاز فیلم برداری هدایت می کند و فیلم سازی با پشتیبانی کافی و بهتری انجام شود. 2. تولید. مرحله است که فیلم برداری در آن انجام می شود و صحنه ها در دوربین ثبت می شوند. این شامل هماهنگی و مدیریت بازیگران و گروه، تنظیم تجهیزات و اطمینان از وجود تمام عناصر لازم برای فیلم برداری هر صحنه است. این مرحله نیازمند ارتباط کارآمد، توجه به جزئیات و رعایت برنامه زمانبندی تولید است. 1. کارگردانی. راهنمایی بازیگران و گروه برای زنده کردن فیلم نامه، تصمیم گیری در مورد ترکیب نما، مسدود کردن و اجراها. 2. فیلم برداری. ثبت تصاویر بصری فیلم با استفاده از تکنیک های دوربین، نورپردازی، کادربندی و حرکت دوربین برای تقویت داستانگویی. 3. صدا.
ضبط صدای با کیفیت بالا در صحنه، از جمله دیالوگ، صدای محیط و هر گونه جلوه صوتی ویژه مورد نیاز. 4. مدیریت تولید. نظارت بر جنبه‌های لوجستیکی فیلمبرداری، مدیریت خدمه و اطمینان از اینکه همه چیز طبق برنامه به خوبی اجرا می‌شود. 5. تداوم. حفظ ثبات در صحنه‌ها از جمله لباس، گریم و سایر عناصر بصری برای ایجاد یک تجربه تماشایی یک پارچه. 3. پس از تولید. پس از اتمام فیلم برداری، مرحله پس از تولید آغاز می شود. این شامل ویرایش فیلم، افزودن جلوه های بصری یا VFX، طراحی صدا و ترکیب موسیقی است. فرایند ویرایش شامل انتخاب بهترین عکس ها، چیدمان آنها به ترتیب دلخواه، افزودن جابجایی ها و افزایش تجربه کلی بصری و شنیداری است. تدوین، مونتاژ فیلم های فیلم برداری شده، انتخاب بهترین عکس ها و چیدمان آنها به صورت منسجم برای ایجاد روایت مورد نظر. 1. جلوه های بصری یا VFX. افزودن تصاویر کامپیوتری CGI یا سایر پیشرفت های بصری برای زنده کردن فیلم از دید کارگردان. 2. طراحی و میکس صدا. تقویت صدا با افزودن جلوه های صوتی، فولی، موسیقی و متعادل کردن همه عناصر برای ایجاد یک منظره صوتی منسجم و فراگیر. 3. درجه بندی رنگ. تنظیم رنگ ها و تون های فیلم برای ایجاد حالت یا سبک بصری خاص و اطمینان از زیبایی بصری ثابت. 4. طراحی صدا و موسیقی. انتخاب یا ساختن موسیقی مکمل فیلم، افزودن عمق احساسی و تقویت داستان. 5. بازاریابی و توزیع. ایجاد یک استراتژی بازاریابی و مواد برای تبلیغ فیلم و همچنین تضمین معاملات توزیع برای رسیدن به مخاطب مورد نظر. این جنبه‌های فیلمسازی با هم کار می‌کنند تا فیلمی منسجم و جذاب خلق کنند. هر عنصری تخصص و هماهنگی خاص خود را می‌خواهد تا دید کارگردان را روی پرده زنده کند. قسمت 10. ایده پردازی و خلاقیت در فیلم سازی. ایده پردازی و خلاقیت در فیلم سازی فرایندی است که در آن ایده های خلاقانه برای ساخت فیلم یا ایجاد داستان های جذاب و قابل توجه پیدا می شوند. این مراحل در توسعه فیلم اهمیت فراوانی دارند، زیرا همه چیز از یک ایده خوب آغاز می شود. قبل از هر چیز باید به محتوای روایی یا درون مایه فیلم بپردازیم که فیلم شما به آن نیاز دارد. محتوای روایی یا درون مایه فیلم. ما عمیقاً به عناصری خواهیم پرداخت که روایت‌ها را قانع کننده، فراگیر و تأثیرگذار می‌سازند. چه یک فیلمساز مشتاق، فیلم نام نویس یا یک علاقمند به فیلم باشید، هدف افزایش درک شما از پیچیدگی‌های موجود در ساخت داستان‌های جذاب است. از طریق کاوش در ساختار روایت، محیط‌ها، شخصیت پردازی، دیالوگ، مضامین، زبان بصری و تأثیر فرهنگی رازهای خلق روایت‌هایی که با مخاطبان در سراسر جهان تنین انداز می‌شوند را کشف خواهیم کرد. در اینجا به محتوای روایی یا درون مایه در فیلم نامه فیلم می‌پردازیم و چند فاکتور کلیدی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
1. ایده داستان. با توسعه یک ایده با مفهوم داستانی جذاب برای فیلم خود شروع کنید. این می تواند بر اساس رویدادهای زندگی واقعی، تجربیات شخصی یا داستانهای کاملا تخیلی باشد. اطمینان حاصل کنید که داستان شما دارای یک پیش‌فرض واضح و جذاب است که مخاطب را علاقه‌مند نگه می‌دارد. 2. شخصیت‌ها. شخصیت‌های توسعه یافته‌ای خلق کنید که قابل ربط هستند و انگیزه‌ها و اهداف مشخصی دارند. به هر شخصیت خواسته‌ها و معایب منحصر به فرد خود را بدهید. روابط آنها و نحوه مشارکت آنها در داستان کلی را در نظر بگیرید. 3. ساختار طرح. یک ساختار پیرنگ محکم برای فیلم خود ایجاد کنید. از جمله تنظیمات، درگیری، اوج و حل. برای ایجاد یک خط داستانی منسجم و جذاب از تکنیک‌های داستان‌گویی مانند ساختار سه‌پرده یا سایر چارچوب‌های روایی استفاده کنید. 4. دیالوگ. دیالوگ قانع کننده و واقع گرایانه بنویسید که صدای هر شخصیت را به تصویر می کشد. دیالوگ باید اطلاعات را آشکار کند. طرح داستان را پیش ببرد و بینشی نسبت به افکار و احساسات شخصیت بدهد. از گفتگوهای بیش از حد تشریح کننده اجتناب کنید و مکالمه هایی با صدای طبیعی را هدف قرار دهید. 5. توصیفات بصری. برای ترسیم تصویری واضح از عناصر بصری فیلم از زبان واضح و توصیفی استفاده کنید. تنظیمات، اقدامات و جزئیات بصری مهمی را که به جان بخشیدن به داستان روی صفحه کمک می کند توضیح دهید. به خاطر داشته باشید که فیلم یک رسانه تصویری است. بنابراین از تکنیک های داستان سرایی بصری برای ارتقای تجربه سینمایی مخاطب استفاده کنید. 6. تم و لحن. موضوع یا پیام اصلی فیلم خود را شناسایی کنید و اطمینان حاصل کنید که به طور مداوم در طول روایت منتقل می شود. لحن و حالتی را که می خواهید ایجاد کنید در نظر بگیرید. چه کمدی، دراماتیک، هیجان انگیز یا هر ژانر دیگری و عناصری را که از فضای مورد نظر پشتیبانی می کنند در نظر بگیرید. 7. ساختار و قالب بندی. از دستورالعمل‌های استاندارد قالب بندی اسکریپت از جمله سرفصل‌های مناسب صحنه، خطوط اکشن، قالب گفتگو و صفحه بندی پیروی کنید. از زبانی واضح و مختصر استفاده کنید و هر گونه انتقالی جهتگیری لازم برای دوربین را برای بهبود دید فیلم در نظر بگیرید. به یاد داشته باشید هم محتوای روایی و هم فیلم نامه نقش مهمی در شکل دادن به فیلم نهایی دارند. اصلاح این عناصر و جان بخشیدن به داستان شما بر روی صفحه نمایش به زمان، خلاقیت و تجدید نظر نیاز دارد. با فیلمسازان دیگر همکاری کنید. به دنبال بازخورد باشید و کار خود را تکرار کنید تا یک روایت و فیلمنامه جذاب ایجاد کنید که مخاطبان را مجذوب کند. حال به مراحل ایده پردازی و خلاقیت در فیلمسازی می رویم که به دقت و صبر نیاز دارد. همچنین این مراحل ممکن است در طول زمان به شکل تکراری بازبینی شوند و اصلاحاتی در آنها صورت بگیرد. در زیر تعدادی مرحله ایده پردازی و خلاقیت بیشتر آورده شده است.